سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. میسی ستاره انترمیومی میگوید مصدومیت بخش از فوتبال است و او به همین دلیل نتوانست در هنگ کنگ بازی کند. کارل آنجلوتی سرمربی ریال مادرید از عدم جذب مدافع میانی در پنجره زمستانی ناراضی است. منچستر سیتی با درخشش با هتریک فیل فودن مقابل برانفورد به پیروزی 3-1 دست یافت. کلیون امباپه به احتمال خیلی زیاد در تابستان امسال راهی سانتیاگو برنابیو خواهد شد اما شاید بهتر باشد که فلورنتینو پرس کم صبوری کند تا ایلینگ هالند را به تیم خود بیاورد در صورتی که مدیران بارسا موفق به جذب یک مربی بزرگ نشوند، از رافا مرکز استفاده خواهند کرد. فوق ستاره تیم بسکتبال آنجلس لیکرز در آستانه ثبت یک رکورد خارق‌العاده است. قبل از اینکه بریم به ادامه گزارش، کانال را سابسکرایب کنید، ویدیو را لایک کنید، با دوستانتان شریک سازید و همچنین های مقبول خود را زیر همین ویدیو بگذارید. شب گذشته و با برتری سه 1 منچستر سیتی برابر برانفورد پرونده هفته 23 و, و های لیگ برتر انگلیس در فصل 2023-2024 بسته شد. داده های آماری نشان میدهند در ده بازی این هفته به طور کلی 45 گل به رسید. یعنی میانگین 4.5 گل در هر بازی که در تاریخ لیگ برتر بسابقه بوده است. هرچند در فصل 1992-1993 و از زمان کلیگ برتر با حضور 22 تیم برگزار می شد در هفته 42 این رقابت ها 53 گل به سمه رسید اما از زمان 20 تیم شدن این تورنمنت از فصل 1995-1996 آمار 45 گل در بازی های یک هفته به سابقه بوده است. این در ادامه طور پیش فصلش راهی هنگ کنگ شده بود تا دیدار دوستانه را در این کشور هم برگزار کند اما غیبت میسی در زمین هواشی و جنجال زیاد را به همراه داشت بسیاری از تماشاگران حاضر در ورزشگاه برای تماشای بازی او تکت خریده بودند و این بازیکن بر اساس قرارداد باید حداقل 45 دقیقه بازی میکرد اما شرایط به شکل پیش رفت که او نتوانست در زمین حضور داشته باشد و این موضوع باعث ناراحتی افراد زیاد شد مسی در گفتگوی درباره این اتفاق اظهار داشت من بازی آخر در هنگ کنگ را از دست داده بودم چون احساس درد و ناراحتی در ماهیچه پایم داشتم واقعا دوست داشتم به میدان بروم چون هواداران بسیار آمده بودند اما فوتبال همین است و بخش از آن است طور پیش فصل رو به اتمام است و من دو سالم در آخرین بازی پیش از بازگشت به با امریکا که قرار است در ژاپن برگزار شود به زمین بروم شرایطم پس از تمرین امروز به صورت کامل مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و مشخص می شود که آیا شرایط بازی کردن خواهم داشت یا خیر این میامی روز گذشته در آخرین مقصد از طور پیش فصلش وارد ژاپن شد و هواداران این کشور امیدوار هستند که بتوانند این ستاره آرژانتینی را از نزدیک ببینند چه کسی تصور میکرد ریال مادید روز در دربی با دو مدافع میانی یک ه 75 متری به میدان برود این اتفاق یک شنبه رخ داد و ریال با ناچو با و دنی کار با خال به میدان رفت و تاوانش را در دقیقه 93 داد دو بازیکن اتلتیکو به راحتی درون محوطه جریمه ریال سر زدن تا گل تصاوی به ثمر برسد روی هر کارنر و ارسال از جناهین نیست تن و بدن هواداران ریال مادید میلرزید رودیگر، آلابا و میلیتایو به دلیل مصلومیت در دسترس نبودن و شومینی نیز محروم بود این وضعیت ممکن است در ادامه فصل نیز تکرار شود تصور کنید بار دیگر رو دیگر مصدوم شده یا محروم شود و شومنی نیز نتواند ریال را همراهی کند همین باعث ناراحتی آنجلوتی است که امیدوار بود مدیران این باشگاه برای جذب بازیکن در پنجره نقل انتقالات زمستانی در ماه جنوری اقدام کنند اما این اتفاق رخ نداد او میدان در مقطعی از فصل به دلیل فشار بازی ها مجبور خواهد شد از دانی کاوخال به عنوان مدافع میانی استفاده کند و در دیدارهای بزرگ هم از سیستم چرخشی بهره ببرد که به هیچ وجه مورد علاقه خودش نیست این مرد ایتالیایی تاکید داشت که فرست خوب از بازیکن در اختیار دارد اما ضعفی هست که باید برطرف شود اما این اتفاق رخ نداده است با گزارش خوز فلیکس دیاز ریال مادید پرس درباره وضعیت لینی یورو مدافع میانی اجرساله لیل را آغاز کرده و به جذب او علاقه نشان داده است مدیران لاس بلانکوس تا پیش شروع فصل جاری تصمیم برای خرید مدافع در تابستان 2024 نداشتند و میخواستند در سال 2025 به سراغ تقویت این پست بروند با این حال مصومیت های پرشمار و همچنین عملکرد نچندان چندان رضایت بخش مدافعان ریال مادید باعث شده سران باشگاه از همین حالا به فکر تقویت این پست بیفتند لیل برای فروش مدافع خود که پیشتر مورد توجه پاریس جرمن نیز قرار گرفته بود مبلغ حدود 64 میلیون یورو میخواهد هرچند ریال مادید این مبلغ را بسیار زیاد میداند اما به تلاش خود برای کاهش آن ادامه میدهد در نهایت راه برای انتقال فوق توری پاریس انجرمن به سانتیاگو برنابور روشن شد اما آیا لاس بلانکوس با هالند بهتر عمل نخواهد کرد در اکتبر سال 2022 از پاسکال فری مدیر فرانس فوتبال درباره چشمانداز رقابت مداوم ایرلینگ هالند و, و کیلان امباپه برای کسب توپ طلا سوال شد دقیقا همان طوری که میسی و کریستیان رونالدو به مدت 14 سال با یکدیگر رقابت کردند فری خاطر نشان کرد هیچ کدام از آنها قهرمان لیگ قهرمانان نشدند وقتی میسی همسن امباپه بود دو قهرمانی داشت اگر امباپه و هالند بخواهند رقابت مشابه ایجاد کنند باید شروع به با کسب جامهای بزرگ کنند برای میسی و رونالدو این قدر طول نکشید با این حال موضوع این است که هالند سال گذشته به همه چیز رسید و 52 گل در 53 بازی در تمام رقابت ها به ثمر رساند و با منچستر سیتی سه را به دست آورد پس چرا تو پتلا نبرد او کم بدشانس بود چرا که درست در میانه رقابت های رکورد خود میسی مانند هیچ بازیکن دیگر پس از دیگو مارادونا جام جهانی را تحت سلطه خود درآورد با این حال اگر گزارش های اخیر را باور کنیم نمایندگان هالند معتقدند که اگر او برای ریال مادید بازی میکرد توپ پترای 2023 را میبرد و همین دلیل است که آنها معتقدند اگر هلند میخواهد به عنوان بهترین بازیکن جهان شناخته شود باید به سانتیاگو برنابو برود و این بدون شک یکی از اهداف هالند است او سال گذشته در مصاحبه با مجله جی به این موضوع اعتراف کرد وقتی از او پرسیده شد که آیا به کسب توپ طلا اهمیت میدهد پاسخ داد فکر میکنم همه به این موضوع اهمیت میدهند درست میگوید توپ پتولا با شدت از اهمیت بالای برخوردار شده به ویژه از نظر نسل جوان و همه اینها به دلیل روش بسیار زیرکانه ای است که فرانس فوتبال از علاقه شدید بر رقابت میسی و رونالدو استفاده کرد در نتیجه این جام اغلب به عنوان میار برای بزرگی بازیکنان مورد استفاده قرار می گیرد حتی اگر بازیکنان خارج از اروپا تا سال 1995 واجد شرایط نبودند به این معنی که پله و مارادونا هرگز در طول دوران رفیع خود این جایزه را دریافت نکردند روزنامه اسپانیایی آیس مدعی شده است که جدای احتمالی این پی از پی ای جی به معنای کاهش قابل توجه حق پخش تلویزیونی در فرانسه است و این در حال است که آنها در حال حاضر مشغول مذاکره برای امضای قرارداد جدید هستند در صورت که جدایی او از پی ای جی در چند هفته پیش رو قطعی شود لیگ فرانسه نمی تواند قرارداد 140 میلیون یورویی برای فصل 2024 تا 2029 امضا کند و این مبلغ تا 20 درصد کاهش پیدا خواهد کرد که ضرر بزرگ برای آنها اعلام تصمیم جاوی برای قطع همکاری با بارسا در پایان فصل جاری باعث شده است که این باشگاه از همین حالا به فکر انتخاب جانشینی برای او باشد شایعات بیچاره درباره های این تیم در چند روز اخیر در های اسپانیایی مطرح شده اما سران بارسا هنوز تصمیم قطعی برای مربی مدنظرشان نظرشان نگرفتند و به نظر هم میرسد که کار دشوار برای انتخاب او در پیش خواهند داشت حالا روزنامه اسپورت خبر داده است که مدیران بارسا تصمیم نهاییشان را در این زمینه اند آنها قصد دارند نهایت تلاششان را برای به خدمت گرفتن مربی بزرگ و درجه یک از فوتبال اروپا به کار بگیرند تا رضایت هواداران هم جلب کرده باشند اما در صورتی که تلاش آنها در این زمینه به نتیجه نرسد این فرصت را در اختیار رافا مارکز قرار خواهند داد تا شانسش را در تیم اول این باشگاه هم امتحان کند و امیدوار هستند که بتوانند عملکرد خوبی داشته باشد مارکز پیش از این هم ابراز علاقه کرده بود که بتواند به عنوان جانشین ژاوی روی نیمکت بارسا بنشیند و از این اتفاق استقبال خواهد کرد لبران جیمز که رکورد امتیاز آورترین بازیکن تاریخ این بی ای یعنی رکورد که با رکورد مقدس شهرت دارد را در اختیار دارد, دارد در آستانه ثبت رکورد باورنکردن دیگری است در حال حاضر لبران جیمز با 39797 امتیاز در طول دوران حرفه‌ای بالاتر از همه بسکتبالیست ها امتیاز آورترین بازیکن تاریخ این بی ای است و اکنون این شانس را دارد که با کسب 203 امتیاز دیگر نخستین بازیکن تاریخ خواهد باشد که با رکورد 40000 امتیاز در این بی ای دست می‌یابد پیشبینی می شود لبران جیمز در همین فصل با ریکورد خورقلاده و باور نکردنی دست یابد و نامش را در تاریخ این بیه جاویدان نکند کارشناسان بسکتبال معتقدند در صورت ثبت شدن این رکورد مدت ها و سالیان بسیار زیاد دست نخورده باقی بماند لبران جیمز در 21 فصل حضور متوالیش در بسکتبال این بی به این رکورد دست یافته است و به همین دلیل بسیاری معتقدند که شاید دیگر بازیکن با تداوم لبران جیمز پیدا نشود که بتواند به این رکورد برسد سپاسگزارم از همراهیتان در پناه خداوند بزرگ باشید